هرگز نبود آفاق اینسان مخوف و تاریک. از دهر وحشتم نیست، از آدمیست وحشت، از آدم، از بیداد. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیزم. اتفاقاتی در ترکیه افتاده، مثلا حمله جوانها در استانبول به سربازان آمریکایی، کشیدن چی کیسه بر سر اونها و پاشیدن رنگ قرمز به سمت اونها، اینا نشانده تغییر و تحولات خطرناک در منطقه خاورمیانه است. برای ترکان نباید فراموش بکنن که از آمریکا نبود، اینا قادر نبودن از بسیاری از بحرانهای بعد از جنگ دوم جهانی، بحرانهای وحشتناک عبور بکنن. آمریکا بود که دست ترکیه رو گرفت، ترکیه در ضمن عضو ناتو هم بود. فکر کنید یک کشوری که عضو ناتو است هم داعش رفت آمد میکنه، هم به این کشور نفت میفروشه، نفت ارزان، همین که به شکلی دارن سرمایه گذاری های صورت میدن برای اینکه بلکه بتونن نسل جوان رو علیه آمریکایی ها به شورش وادارند، یا احساسات ضد آمریکایی رو در ترکیه هم دامن بزنن که میتونه وضعیت بسیار خطرناکی برای کل منطقه ایجاد بکنه. خب همین رو ارجمند در برنامه امروز میری به سراغ دکتر اسلام نوذری. امروز خیلی علاقه دارم که نظر دکتر نوذری درباره این مجموعه پژوهش‌هایی که جدیداً صورت میگیره روی ژن انسان یا موجودات زنده فرقی نمیکنه، اصلا مهمتر دستکاری‌های ژنتیک. ژن چیه؟ ما ترک طبیعیه دیگه، از نسلی به نسل دیگه میرسه. آدم وقتی دنیا رو میگذاره میره، چیزهایی رو برای بازماندگان باقی میگذاره، بقیه خیلی قابل توجه، خیلی غنی، بعضی وقتا هم نه، آدمای دستنگی هستن، چیز زیادی از خودشون رو به جا نمیذارن. خب اما یه ماترک طبیعی هم هست که ما برای نسلهای بعد از خودمون به جا میگذاریم، خصوصیات و ویژگی ها و اخلاق و رفتار و کردار و خلاصه این لایه های درون و همینطور این مجموعه مشخص هایی که در واقع کل رفتارهای ما رو شکل میدن. آقای دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. خسته نباشید. و همچنین در مطب هستید؟ بله بله. خب بسیار عالی، بسیار. خب دکتر نوذری، اخیراً این دستکاری های ژنتیک که صورت گرفته اعتراض هایی رو برانگیخته. به نظرم بیشتر مذهبی ها هستن که در این زمینه از خودشون پایداری به خرج میدن، نگرانند. من به خاطرم هست که وقتی خبرهایی در این زمینه منتشر میشد، برخی محافظ در خود ایالات متحده آمریکا، بالاخره کشور بسیار پیشرفته، از انحراف در علم سخن میگفتن و نگران بودن که مبادا سوء استفاده از این دستکاری های ژنتیک منجر بشه به فجایع علمی. میخوام نظر شما رو جویا بشم و بریم و ما را ببرید و با این قلم رو از علم آشنا بکنید. سراپا گوشید. ببینید، دگرگون کردن ژن، تحول بخشیدن به ژن، یا تغییر ژن، یا ایجاد ژن‌های تازه، دی ان ای تازه، واقعا جدید نیست. انسان حدود 12,000 سال پیش تمدن رو بنیاد گذاشته و از همون موقع ما این دخالت در ژن‌ها رو هم می‌بینیم. برای مثال پنیر، برای مثال ماست، برای مثال این همه سگ‌ها و یا گربه‌های جدیدی که شما می‌بینید. منتها انسان گذشته از پیوند ساقه، پیوند بین درخت‌ها، پیوند بین میوه‌های گوناگون، پیوند بین گل‌های گوناگون، یا نزدیکی بین حیوانات با رنگ و شکل‌های مختلف تونسته حیوانات تازه‌ای درست بکنه، گیاهان تازه‌ای درست بکنه، میوه‌های تازه‌ای، غذاهای تازه‌ای که قبلا ما نداشتیم. آبجو هم در همین زمره است ها؟ بله؟ آبجو دقیقاً، اون هم همینطور. آبجو یک نمونه خیلی خوب هست که برای ساخته شدنش انسان با اعضای دیگر طبیعت همکاری کرده، به خصوص با میکروب ها و نتیجه اون این شده. اما برای نخستین بار در تاریخ بشریت
انسان قادر شده، توانایی رو به دست آورده که مستقیما وارد دی ان ای بشه و اون کاری رو که ده ها سال یا صد ها سال طول میکشید تا انجام بشه، اون رو نه در چند روز و نه در چند ساعت، بلکه در چند ثانیه بتونه این کار رو انجام بده. به خاطر همینم هست که از این عنوان یک تحول بسیار بزرگ در تاریخ بشریت بایستی یاد بکنیم. بنابراین موافق با اون هستم. حتی اگر اسمش رو بگذاریم دستکاری های ژنتیکی، آینده انسان به اون بسته است. به خاطر اینکه خدمات بسیاری رو به انسان میکنه و به خصوص دید انسان رو باز میکنه و میتونه کمک بکنه به بشریت. این که گفتید آینده ایران بستگی داره به این دستکاری ها، از نظر تامین مواد غذایی است؟ از هر چیز. برای مثال ما گوجه فرنگی میدونیم در سرما یخ میزنه، درست. از اون طرف مایه های وجود دارن که در قطب شما در یخبندان سالم باقی میمونن، جان خودشون رو از دست نمیدن. انسان امروز قادر هست و این کارو کرده، ژن های اون ماهی رو گرفته، اون ماهی که میتونه از صدقه سر این ژن ها موادی رو تولید بکنه که اون رو در مقابل سرما محافظت میکنه. این ژن ها رو در داخل ژن های گوجه فرنگی کاشته انسان و الان شما گوجه فرنگی هایی میبینید که در سرمای زمستان مقاومت میکنن و به همین خاطر هم مزرعه دار خوشحال هست و هم مصرف کننده ها میتونن از اون گوجه فرنگی استفاده بکنن. اما این در واقع یک نوع گوجه فرنگی ماهی هست و این از صدقه سر علم هست، از صدقه سر همین دستکاری های ژنتیکی هست که این امکان پذیر شده. یا یک نمونه دیگه، ما هیچ وقت رز بنفش یا آبی رنگ نداشتیم، اما امروز شما میتونید در فروشگاه ها خریداری کنید. این رز، این گل زیبا نتیجه دستکاری مستقیم روی ژن ها هست. و خیلی نمونه های دیگه، ما امروز میتونیم از میکروب ها، از باکتری ها کمک بگیریم تا انسولین تولید کنند و این انسولین میتونه به بیمارها کمک بکنه. اما کی اون رو تولید میکنه؟ یک میکروب. چطور؟ چون ژن های اون میکروب توسط انسان دستکاری شده و ژن های در دی ان ای اون میکروب گذاشته شده که اون ژن ها میتونن تولید انسولین بکنن. ما امروز قادر هستیم که از باکتری ها کمک بگیریم، حتی برای تولید مواد نفتی، حتی برای تولید مواد سوختی، برای تولید پروتئین، برای تولید ویتامین در برنج. ما امروز میتونیم در برنج ویتامین A کارگزاری بکنیم تا بتونه جان میلیون ها نفر رو هر سال در آفریقا نجات بده. یعنی در حالی که اونها برنج رو میخورن بتونن ویتامین هایی رو بگیرن که در غیر این صورت در اختیار اونها نیست و امکان در اختیار دادن اون هم واسه اونها امکان نداره با به خاطر کمبود بودجه. به مثال های خیلی دیگه من میتونم به شما بزنم، مثل فرض کنید ذرت. امروز ذرت ها بسیار مقاوم تر هستن، حتی لازم نیست اونها رو سمپاشی کنید، خود اونها میتونن در ژن های خودشون موادی داشته باشن که اگر یک حشره بخواد مزاحم اونها بشه اون رو از بین ببرند بدون اینکه دیگه لازم باشه تا اونها رو سمپاشی کرد. اما علم همیشه سه تا دشمن بزرگ داره، یکی سیاست هست، یکی مذهب هست و یکی خود علم. سیاست به خاطر سوء استفاده یا مالی و بهره برداری و ایجاد ترس و وحشت کردن در مردم. مذهب به خاطر اینکه در اکثر مواقع شما با انسانهای گفتگو میکنید که منبع و مأخذی واقعا نداره گفتارهای اونها، بنابراین این مناظره ها و این گفت و شنودها به جایی نمیرسه و باز هم ایجاد ترس میکنه در انسانها. و بعد خود علم، دانشمندانی که دشمن علم هستند اما به خاطر نفوذی که دارند از علم یک جورهای سوء استفاده میکنن تا جلوی علم رو بگیرن. اینا سه تا دشمن واقعا به اعتقاد من تاریخی علم هستند. اما انسان بایستی به استقبال این پروژه بره. این پروژه خیلی میتونه به انسان کمک بکنه و در هر صورت چه ما بخوایم چه نخوایم الان وجود داره، الان اینجاست و فقط هر روز و هر روز بیشتر پیشرفت میکنه. و شاید برای شما و بینندگان شما جالب باشه که بدونن ما برای نخستین بار میتونیم حتی ویروس هایی رو خلق بکنیم که وجود نداشتن.
میکروب هایی رو خلق بکنیم که وجود نداشتن. اما زیستشناسی اومده دست داده به ریاضیات و شما از طریق کامپیوتر، از طریق علم دیجیتال میتونید اون سکانس دی ان ا رو، اون ردیف بندی دی ان ا رو چاپ کنید. چون دی ان زبانش 4 آجر داره به اصطلاح، با این 4 آجر شما میتونید هر چی که بخواید دی ان ا درست بکنید. موسیقی 7 نوت داره، ادبیات فارسی 32 الفبا داره، اما با این 32 الفبا شما میتونید بی نهایت شعر رو جمله بسازید. با 7 نوت موسیقی شما میتونید بی نهایت آهنگ های زیبا درست کنید. و در علم زیستشناسی هم امروز همینطور هست، شما با 4 آجر میتونید مولکول های مختلف درست بکنید و این مولکول ها میتونن راز پروتئین های مختلف رو در خودشون داشته باشن. منتها اونها رو میتونید در آزمایشگاه ایجاد بکنید. در سال 2010 در همین سان دیگو یک میکروب برای نخستین بار به همین صورت متولد شد و خالق اون واقعا انسان بود، میکروبی که قبلا وجود نداشت. اما از طریق کامپیوتر اون کد، اون سکانس، اون ردیف چینی مشخص شده بود و کامپیوتر این اطلاعات رو در اختیار یک ماشین چاپ میده اگر بخواد، و اون ماشین چاپ این 4 آجر رو کنار هم گذاشت به اون گونه‌ای که بایستی کنار هم گذاشته بشه و قبلا تعیین شده بود و یک مولکول دی ان ا درست شد و این دی ان ا در درون یک سلول جایگذاری شد، سلولی که دی ان ا خودش رو خالی کرده بودند و بعد این باکتری به دنیا آمد. اسمش رو هم گذاشتن سینتیا. سال 2010 تاریخ تولدش هست. یعنی در واقع انسان خودش خالق نوع تازه از حیات شد. بدون تردید انسان دیر یا زود موفق میشه که حیات رو ایجاد بکنه. الان ما تقریبا به اون مرحله نزدیک شدیم، دانش اون رو انسان داره. الان مسئله تکنیک هست، ولی من معتقد هستم که این یک مسئله هست که دیر یا زود به وجود خواهد اومد. امروز انسان قادر هست که میوه های جدید رو در یک فاصله کوتاه درست بکنه، انسان قادر هست که مایه‌هایی رو ایجاد بکنه که قبلا وجود نداشتن. شما میدونید که یکی از نخستین زبان‌هایی که روی کره زمین چند میلیارد سال پیش ایجاد شد زبان نور هست، در عمق اقیانوس‌ها، در دل تاریکی. چون اونجا تاریک هست ماهی‌ها و حتی گیاهان با نور، نورپردازی با هم ارتباط ایجاد می‌کنند. به خاطر این هست که یک ماده‌ای به اسم لوسیفرین اکسیده میشه و از خودش فوتون آزاد میکنه و این فوتون رو زیر دریا در عمق اقیانوس ها شما میتونید ببینید و رنگ های متفاوت داره، قرمز، نارنجی، سبز، آبی، و از این طریق این موجودات با هم ارتباط ایجاد کرده. حالا ما میدونیم که بعضی از ماهی ها که خودشون قادر نیستن نور پردازی کنن از باکتری های کمک گرفتن که این کار رو میکنند. حالا انسان چه کار کرده؟ انسان موفق شده که بدون اینکه صدها میلیون سال صبر بکنه در یک فاصله کوتاه اون ژن‌هایی رو که مسئول نورپردازی هستن جدا بکنه و اون رو در گیاهان بکاره و این گیاه برای شما نورپردازی میکنه. اون رو موفق شده در کنار پروتئین‌هایی رو قرار بده که اون پروتئین‌ها وقتی که خودشون رو بیان میکنن نور هم از اونها جدا میشه، نورپردازی میکنه. و امیدوار هستم که بعدها بتونیم بیشتر راجع به این صحبت بکنید و شما میبینید که این فقط یک مسئله زمان هست. در فاصله کوتاه انسان موفق خواهد شد که موجودات پیچیده تری رو به اونها حیات ببخشه و اونها رو به دنیا بیاره که ما قبلا اونها رو نداشتیم و این سرعت زیادی گرفته و جلو این سرعت رو هم نمیشه گرفت. اما ما بایستی مراقب باشیم که نگذاریم اون دشمنان سنتی علم باز هم بیان و با ایجاد ترس جلو این پروژه ها رو بگیرن. این پروژه یک دگرگونی بزرگ برای انسان در جهت مثبت به ارمغان خواهد آورد. خب این نگاه خیلی خوشبینانه است به این به اصطلاح اینو دانش دستکاری ژن و از این قبیل. میخوام ببینم که آیا به عواقبش یا به خطراتش هم فکر کردید؟ یعنی از یه نگاه اونگونه هم بهش داشته باشیم و همینطور امکان سوء استفاده. ببینید هر وقت که انسان موفق به یک کشف یا اختراع شده خطر هم بوده. مگر هواپیما
با خودش نمیتونست این خطر رو ایجاد بکنه که سقوط بکنه. اما شما ببینید چقدر امروز پرواز امن هست، مگر وقتی که ماشین درست شد. این سوء استفاده های انسان هست که به اونها ممکنه صدمه بزنه یا به انسان صدمه بزنه، نه در اون اختراعات. و ما الان در همون مرحله هستیم. ما الان یک انقلاب بسیار بزرگ رو در علم شاهدش هستیم. به اعتقاد من این شاید بزرگترین انقلاب علمی قرن 21 باشه، مثل انقلاب صنعتی، مثل انقلاب مجازی و دنیای دیجیتال و کامپیوترها. این اون مرحله هست که بعد از اونها میاد و از اون نبایستی اصلا ترسید. ما میتونیم با آگاهی به استقبالش بریم و از گذشته خودمون درس بگیریم. برگردیم به میلیاردها سال پیش، در برنامه‌های گذشته راجع به اون صحبت کردیم، از اونها درس بگیریم. و اگر این کار رو انجام بدیم، این کار میتونه با امنیت کامل انجام بشه. دانشمندهای خوب کارهای بدون کنترل انجام نمیدن، کارهاشون حساب کتاب داره، خطر رو ارزیابی میکنن، بازده کار رو درست ارزیابی میکنن. به همین سادگی هم نیست که یک کار رو به صورت سطحی انجام بدن. اما خطر در این هست که این مناظره رو ما به طرف مردم ببریم و ایجاد ترس بکنیم. بنابراین من حق با شماست، کاملا خوشبین هستم و کاملا از این مسئله حمایت میکنم. مثلا یادم وقتی مسئله کلون مطرح شد و شبیه سازی، خب خیلی ها مدعی شدن که اگر قرار بشه مثلا صدها یا هزارها صدام حسین صدام حسین تولید بشه یا هیتلر، هیتلر وقت چه خواهد شد؟ بشر با چه هیولاهایی با دست و پنجه نرم بکنه؟ ولی همینطور که دکتر نوذری گفت، همیشه هم راه حل مقابله با این تفکرات یا به اصطلاح یا این اندیشه های اهریمنانه رو داره، همیشه چیز در آستین خودش داره. نوذری، خب همه ما میدونیم دیگه، همطور که شما توضیح دادید، این مسئله دستکاری ژنتیک یک دانش بدی و نو و مدرن نیست، برمیگرده به قرنها پیش از این. حتی در بین خود ایرانی ها همه ما میدونیم که ایرانی ها موفق شدن مثلا در 8500 سال، اسناد به آمارش الان در نزد دانشگاه کلمبیاس خمره کشف شد که نشون میداد ایرانی ها موفق به تولید شراب و پیش از اون آبجو شدن. البته قبلا گفته میشد که ساخت آبجو به اصطلاح به نام مصری ها ثبت شده، ولی با کشفیات جدید بعدا معلوم شد نه، ایرانی ها در این زمینه پیشگام بود. پس یک امر بدی نیست. ولی سوال اینه که الان در بین ملت های مختلف یا دانشمندان در کشورهای مختلف کدام یک پیشرفته ترن در این قلم رو؟ یعنی الان کدام کشور پیشی گرفته بر بقیه؟ ایالات متحده بدون آمریکا. آمریکا بدون تر. آماری داریم در این زمینه؟ بله، ببینید الان تمام بیشتر این مسائلی که ما راجع بهش صحبت میکنیم الان در امریکا هست و حتی تولد این باکتری که انسان اون رو واقعا به وجود آورد در امریکا هست. یا برای نخستین بار هست که شما میبینید زیست شناسی دیجیتال شده، یعنی زیست شناسی و ریاضیات اینطور به هم همکاری میکنند که در گذشته غیر قابل تصور بود که اینکه شما بتونید مولکول دی ان ا رو از طریق کامپیوتر چاپ بکنید با یک ماشین چاپ و بعد اون رو رشد بدید تا اون بتونه متولد بشه و حیات پیدا بکنه. از اون طرف کشورهای اروپایی هم خب بسیار پیشرفته هستن به خاطر ارتباط با بقیه کشورهای غربی. اما یک چیزی رو قبلا تا یادم نرفته بگم، ببینید در دنیا آدمهای بد زیاد هستن. این به خاطر اینجور کارها نیست که آدم‌های بد به وجود خواهند اومد. آدم‌های مثل صدام حسین کم نیستن، آدم‌های مثل هیتلر کم نیستن، آدم‌های بد همیشه هستن. از طریق جلوگیری از اینجور علوم نیست که میشه از به وجود اومدن اونها جلوگیری کرد. با آگاهی دادن به اعتقاد من میشه یک دنیای بهتری رو داشت. و برگردیم به همون سوال شما در مورد اینی که گذشته ی انسان، همینطور که شما گفتید کاملا درست هست. علاقه من بودن به دستکاری های ژنتیکی برمیگرده به قرن های پیش. در ایران خود ما خیلی از باغبان ها پیوند ساقه می زدند،
پیوند گل میزدن، گلهای تازه درست میکردن، میوههای تازه درست میکردن. منتها تفاوت در این هست که انسان برای نخستین بار قادر شده سرعت این کار رو از سال به روز و ساعت تقلیل بده. بنابراین سال بعدی این هست، ما تا کجا میتونیم پیش بریم؟ آیا امکان این هست که ما در آینده نزدیک انسانهایی داشته باشیم که دیگه شبیه ما نباشن؟ بدون تردید من معتقد هستم ما به زودی در آینده شاهد انسانهایی هستیم که شبیه ما نیستن، احساسات متفاوتی شاید داشته باشن، و این در هر صورت در ذات حیات هست. مگر ما شبیه به گذشتگان خودمون هستیم؟ مگر ما شبیه به هومو ارکتوس هستیم که خب حدود 3 میلیون سال پیش زندگی میکرد؟ خب ما داریم از آقای دکتر، ما داریم از موجودیت جسمی اونا و فیزیکی اونا صحبت میکنیم. خب اخلاق و روحیات و روش و اینها چی میشه؟ ببینید اخلاق و روحیات متفاوت، اینها واقعیت های شیمیایی دارند. من میدونم شاید قبول سخت باشه، اما اون چیزهایی که ما به عنوان اخلاق یا روح از اونها صحبت میکنیم، اونها وجود خارجی دارند، وجود شیمیایی دارند، در ذات ما هستند و قبل از اینکه انسان روی کره زمین ظاهر بشه بخشش ظاهر شده بوده. قبل از اینکه انسان روی کره زمین ظاهر بشه، خشم، زاد و ولد، محبت، دوستی، همزیستی ظاهر شده بوده. مگر ما همزیستی رو ندیدیم بین یک باکتری و یک گیاه که نتیجه اون شد فتوسنتز، یعنی گیاهانی که قادر هستند از نور آفتاب انرژی تولید کنند؟ مگر ما همکاری رو ندیدیم بین باکتری ها و موجودات چند سلولی، اون چیزی که ما بهش میگیم میتوکندری، یعنی باکتری ها برای این موجودات چند سلولی، موجودات بزرگتر، انرژی تولید میکنن؟ بنابراین همزیستی با انسان به وجود نیومده. حتی عشق، ما عشق مادری رو قبل از وجود انسان، حضور انسان در روی کره زمین میبینیم، و خود انسان یک نمونه از همزیستی هست. انسان یک فرد نیست، انسان خودش یک جامعه هست. در وجود همه ما باکتری هست و این باکتری ها هستند که به ما کمک میکنن تا انرژی تولید کنیم. اگر اونها نباشن ما اصلا دوام نمیاریم. ما هر کدوم از ما بیش از 100,000 عنصر ویروسی داریم. 9% از ژن‌های ما ژن‌های ویروسی هستند. یکی از این ویروس ها مؤثر بوده، سرنوشت ساز بوده در اون چی که ما بهش میگیم مادری، در اون چی که ما بهش میگیم حاملگی و رد نکردن فرزند، رد نکردن جنین توسط مادر. بنابراین اینها هیچ کدوم تازه نیستن، نتیجه دگرگونی هستن. و اگر ما فکر میکنیم که انسان در قرن 21 همینطور ادامه میده، در قرن 22، 23، قرن 30، اینطور نیست. انسان به این دگرگونی خودش ادامه میده، منتها شواهد نشون میدن که این دگرگونی سرعت گرفته. و بنابراین جای تعجب نخواهد بود که در آینده نزدیکتری، در مقایسه با گذشته خود ما، در مقایسه با تاریخ کره زمین و تاریخ حضور انسان مدرن روی کره زمین که برمیگرده به 20,000 سال پیش، این سرعت گرفتن باعث میشه که ما اون انسانهای متفاوت رو در آینده نزدیکتری ملاقات کنیم، شاهد حضور و ورودشون بشیم به روی کره زمین. امیدوارم آدمای مثبتی باشن، بیان کره ما رو بهتر بکنن، جایی برای بهتر برای زندگی، نه بدتر. تشکر میکنم از دکتر نوذری عزیز. دکتر نوذری خیلی سپاسگزار، تا دیدار دیگر. ممنونم، دیدار دیگر، گفتگو بینندگان عزیز. ممنونم، تشکر میکنم. خب امیران ارجمندم یک گزارش آمده بود از دبی درباره شمار جهانگردهایی که از دبی دیدن کردن طی این 10 سال اخیر. اصلا رقم باور کردن نیست. فکر کنید دهکده در دل خلیج فارس، منطقه گرمسیری، بی آب و علف، لم یزرع، با هوای فوق العاده بد در تابستان و زمستان هاست که هوای خوب داره، ولی خب همین کشور کوچک موفق شد بالاخره این عادت اروپایی ها رو وادار به تغییر عادت، و همینطور آمریکایی ها رو. یعنی الان بسیاری از جهانگردها علاقه دارن که زمستان ها برن به تعطیلات و دبی رو انتخاب میکنن. زمستان ها هوای فوق العاده خوب،
75 میلیون نفر طی 10 سال از دبی دیدن کرد. 75 میلیون میشه سالی 70 میلیون نفر، سالی 7 میلیون نفر. و این رقم فوق‌العاده است برای سرزمینی که تا همیشه هم مدتی پیش اصلا جاذبه ای نداشته، ولی امروز اینقدر جاذبه های توریستی در این مملکت زیاد شده که توانسته شماری از جهانگردان جهان رو به سوی خودش جلب کنه. اجازه بدید که از بازار موسیقی عبور کنیم، خداحافظی کنیم با همه شما. تشکر میکنم زمیره درخشان عزیز، تا دیدار دیگر، گفتگویی دیگر.